بله، من میتونستم این برنامه رو دو سه ماه پیش تقدیم شما کنم و توضیح هم بدم. به هر حال از کمپین ترامپ هم دو سه نفر با من تماس گرفته بودن که وارد کمپین ترامپ بشم، اما به دلیل پخش برنامه ریستارت تصمیم گرفتم که فعلا صبر کنم به نوعی. و عرضم حضور شما که الانم اگر نگاه کنید هنوز مهر ترامپ زده نشده و این برنامه رو رفتیم. این برنامه دو قسمته، یک قسمتش الان پخش میشه و یک قسمتش حدود 3-4-5 ماه دیگر تقدیم شما خواهد. نکته که بسیار در اینجا حائز اهمیت هست این است که پس علارغم میل باطنی جمهوری اسلامی ایران ترامپ شد. تمامی اتاق فکر، عرضم حضور شما که یعنی وزارت اطلاعات، اتاق فکر ایران و نمادهای اتاق فکر، همه تلاششون بر این بود که کلینتون بشه. همه زورشون رو زدن. پشت پردم شاید میشه گفت میلیون ها دلار پول خرج کردن هر کدوم از جناها برای اینکه واقعا فکر میکردن که کلینتون رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد شد، ولی این اتفاق نیفتاد، ترامپ شد. خیلی جالب. قبلش توضیح کوچولو باید بدم که یه چیزایی رو شما بدین، چند تا شاخصه تو این توضیحش مهم است. نمبر 1، اون دوره گذشت که یک رئیس جمهوری رو وردارن بیان بهش دیکته کنن و بهش بگن چی بگو. خیلی نکته مهمی، نکته ظریفیه توش. توی جهان شاید یک یا دو کشور، یعنی میخوام بگم یک یا دو کشور، یعنی بعضی مواقع کشور دوم هم بوده که میخواسته ادای آمریکا رو تو این چند سال در بیاره. به عنوان مثال فرانسه هم به زودی ادای آمریکا رو در خواهد آورد. یعنی بازی تبلیغاتی و سیاسی قوی آمریکا رو فرانسویام احتمالاً ممکنه شروع کنه. یکی دو دفعه، شاید سه دفعه، یعنی یک بار انگلستان این ادا رو در آورد. خیلی ها دوست دارن که شبیه آمریکا باشن و این کلاه گشاد سیاست رو سرشون بذارن. کار آمریکا چیه؟ کار آمریکا اینه که رئیس جمهور رو بهش دیکته نمیکنه، چون اینجا دموکراسی سکولاریسم، نوع تفکرات متفاوته و نوع سیاست در آمریکا باید رو راست مستقیم حرف زده بشه. یعنی انگلیس تلاش میکنه که 50 لایه برای حرفا بذاره که تو هر کدومی که کشف کردی بازم تو دروغ باشی. یعنی آمریکا اصلا اینجوری نیست. آمریکا مستقیم میگه قیافه نحست خوشم میاد یا نمیاد. و تا الان هم هر وقت اینو گفته درست بوده. اگر به اوباما نگاه کنین، لحظه ای که دولا شد و دست جناب آقای عربستان بوسید یا به عبارتی تعظیم کرد به پادشاه عربستان، میبینید که واقعا پادشاه عربستان هم قراردادهای خیلی خوب بسته، هم اوضاع سیاسیش بهتر بوده توی این مدت. یعنی هرچی که گفته انجام داده. آمریکا رئیس جمهور رو اتاق فکرش، که من هنوز ساختار سیاسی آمریکا رو به صورت پشت پردهش رو نمیدونم، اما هر گروهی، هر تیمی که داره نگاه میکنه، رئیس جمهورش رو آزاد میذاره. یعنی رئیس جمهورش رو، یعنی فرض کنید که آمریکا میخواد به یک اهدافی در 20 سال آینده برسه یا همین 8 سال آینده برسه، میاد چیکار میکنه؟ میاد اهدافی که داره رو میچینه و اجازه میده که بیان ثبت نام کنن برای ریاست جمهوری. هر کدوم از اینا که به این نزدیک در بودن به اون کمک هم میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری ترامپ از الان تا 8 سال دیگه بکنه، همون کاریه که آمریکا میخواد انجام بده. یعنی نمیاد بهش این کارو نکن، این کارو بکن. کشورهای دیکتاتوری و کشورهای نیمچه دیکتاتوری و کشورهای دیگر، حتی تا انگلستان، اینجوری نیستن. یعنی 50 تا فیلتر باید رد کنی تا بشی رئیس جمهور یا بشی یک پولدار. در انگلستان هم به سادگی نمیشه پولدار شد. در جمهوری اسلامی چجوریه؟ ما چون مرکزیت فکرمون فعلا ایرانه، در ایران چجوریه؟ در ایران رئیس جمهور هر آن چیزی را میگوید که باید بهش دیکته کنن. برای همین میبینی که یه رئیس جمهور مثلا فلان کشور سخنرانی یا حرف داره میزنه یا قراری داره، 50 تا جاسوس باش میفرستن که ببین اون چی میگه، اونو میفرستن مراقب اون. اینجوریه. تنها یه بار جمهوری اسلامی اومد ادای آمریکا رو در بیاره، یعنی یهو سال 88 اومد گفتش که آقا یه ذره فضا رو آزاد بذاریم، دموکراسی رو رعایت کنیم، ببینیم چی میشه. این دوتا میان با هم حرف میزنن که این گندی بود که اتفاق افتاد و عرضم حضور شما که مجبور شدن که دوتا از سران حزب مخالف رو
بکنن تو حصر خانگی که ادامه دارد. یعنی اومد ادای آمریکا رو در بیاره. یعنی چی؟ یعنی سازمان اطلاعات اومد نشست گفت آقا ما پول باید بودجه بدیم مثلا به سوریه به فلانجا پول نداریم چیکار کنیم؟ گفتن آقا بیاین یارانه ها رو باید برداریم. بعد گفتن خب اگه ما یکی بیاد رئیس جمهوری بیاد فردا بگه آقا ببخشید یارانه باید بذاریم و سوبسیدها رو برداریم، خب خیلی هم ممکنه بفهمن اعتراض کنن، پس باید چیکار کنیم؟ گفتن که باید یک رئیس جمهور احمق پیدا کنیم. این قشنگ فکر کردن. یعنی نشستن اتاق فکر گفت آقا یه احمقی که ذاتاً احمقه پیدا کنید که داره چهار شاخصه باشه، یکیش مثلا این باشه که این اعتقاد به امام زمان، ظهور امام زمان شدید داشته باشه. احمدی نژاد انتخابی بود که اتاق فکر تصمیم گرفت که بهش رأی بده و به زورم رئیس جمهورش کردن تا چی؟ تا این آدم هر کاری که بکنه به نفع اتاق فکر بشه، اما حضور میرحسین و کروبی شد جلوی حرکت رو گرفت. پس ببینید، پس یکی از کارهایی که آمریکا میکنه که جهان نتونسته بکنه اینه که رئیس جمهورش واقعا اجازه حرف داره. شما نیا کنید همین ترامپ تا شد بازم از رو برگه نخون، یعنی خودش داره حرف میزنه، یعنی نوشته شده دیکته شده نیست، تفکرات خود ترامپ داره گفته میشه. یه بار جمهوری اسلامی این کاری کرد 88 تا الان گندی شده که نمیتونن دیگه جمع کنن. این خیلی نکته مهمیه. پس در کشوری که سکولاره رئیس جمهور میاد از نهاد تفکری مردم میاد بالا، مردم تصمیم میگیرن که رأی بدن یا رأی نده. این که فازای بسیار مهمی بود که شما بدونید که چرا این اتفاق افتاده. خب ترامپ چیکار کرده؟ آینده ترامپ چیه؟ ترامپ اگر من بخوام به صورت مختصر و مفید توضیح بدم در یک خط، ترامپ دوست روسیه نیست. ترامپ عامل نفوذی آمریکا در بین دو موجود موذیه. ترامپ را مردم آمریکا انتخاب کردند تا شکافی عمیق بین روس‌ها و انگلیسی‌ها بیندازند. خیلی ساده، مختصر و مفید در یک جمله. آمریکایی‌ها هیچ وقت با انگلیسی‌ها خوب نبودن. دقت بفهمید، خیلی موضوع مهمه. داعش مال انگلستان. تو اون منطقه ببینیم چه اتفاقی افتاده. جمهوری اسلامی مال روساست، اردوغان مال روساست، بشار اسد مال روساست. دو سه تا کشور اون وسط هستن که مال انگلیسی‌ان. الان یهودی‌های توی اسرائیل هم دارن یه حرکتایی انجام میدن. ترامپ وقتی اومد بالا، اومد بالا تا بتونه یک بازی جدید بسیار عجیب که یک رئیس جمهور قبلی این کار کرده بود انجام بده، به نام روزولت. یعنی ترامپ خودش رو جای روزولت نگاه میکنه. روزولت جنگ بین ژاپن و روسیه را هم کنترل کرد. ترامپ اومده تا شکاف بین روس‌ها و انگلیسی‌ها بندازه تا بتونه از این وسط پوان بسیار بزرگی رو بگیره. دشمنی دیرینه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از بطن، یعنی در اصل 45-6 سال پیش رسما اعلام شده که جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که بگه نه اینا با همن، اینا با همن. دست دیگه اصلا اینجوری نیست. الان انگلیسی‌ها و روس‌ها همیشه با هم بودن. پس یکی از کارهای ترامپ در آینده همینه. نگاه کنید به تبریک‌هایی که گفته شده. پوتین اولین تبریک رو گفت. سوال عمیقی در ذهن شما ممکنه به وجود بیاد. بگن که آقا ببخشید، عجیب نیست؟ ایران مال روس‌هاست. اون وقت چرا ایرانی‌ها با ترامپ مشکل دارن؟ چرا ایران که زیر مجموعه روسا است با ترامپ مشکل داره؟ باید با کلینتون مشکل داشته باشه، چون کلینتون درگیره با روسا، ترامپ که با روسا خوبه. نکته عمیق اینجاست که جمهوری اسلامی احساس خطر کرده. از چه احساس خطری کرده؟ فهمیده که ترامپ میخواد بیاد تفرقه بندازه تا حکومت کنه در اون منطقه، یعنی شکاف بندازه بین روس‌ها با انگلیسی‌ها. یعنی در اصل ترامپ یه دختر خوشگل جوون پولدار 20 ساله خیلی خاصه با ابهتی از آمریکاست که مقابل یه پیرزن 50 49 40 ساله
جمهوری اسلامیه که قیافه هم نداره، پول کم هم داره، این شده هوای جمهوری اسلامی. این اصل موضوع رو توی ابتدای برنامه شروع کردم گفتن که موضوع رو متوجه شید. پس نمبر 1، ترامپ برای شکاف بین انگلیسی ها و روس ها اومده. نمبر 2، ترامپ برای این اومده که هوای، نه اینکه ترامپ میخواد هوای جمهوری اسلامی بشه، نه، جمهوری اسلامی هوای به این خوشگلی و گنده ای رو نمیتونه هضم کنه، چون هر لحظه‌ای که ترامپ به روس‌ها نزدیکتر میشه، روس‌ها باید بین ایران و سوریه و اردوغان ترکیه انتخاب کنن. یعنی هر لحظه که ترامپ به روس‌ها نزدیکتر میشه، احتمال تغییر رژیم ایران بیشتر میشه. باید سیاست آمریکا رو چک کنیم. پس اوباما که بود، اوباما دست در دست 5-6% از یهودی‌های تندروی اسرائیل داده بود و دنبال تغییر یا تعویض یک حکومت نبود. یعنی اوباما نگاهش به ایران اصلاحات روحانیوار بود، نه تازه اصلاحات میرحسین موسوی. اوباما تکلیفش مشخصه، یعنی شما نگاه میکنید میبینید در منطقه چیکار کرده. با اسرائیلی های تندرو رفیق بود، اما ترامپ با اسرائیلی های طرفدار ایران رفیقه. این هم نکته های مهم فرق ترامپ و اوباماست. اوباما میگفت، ترامپ میگه یا باشیم یا نباشه. اوباما میگه هم باشه هم نباشه. دو تا شخصیت کاملا متفاوتن. اوباما یاراش در اسرائیل یهودیای تندروی دوست جمهوری اسلامی بودن، اما ترامپ دوستانش در اسرائیل دشمنان رسمی ایرانن، یعنی جمهوری اسلامی. نگاه میکنیم ببینیم که ساختارش چجوریه. بنیامین نتانیاهو اولین کسی که ترامپ ازش تعریف شدید کرد، یعنی دوست صمیمی نتانیاهوست. آقای نتانیاهو کیه؟ آقای نتانیاهو کسی که نخست وزیر کنونی اسرائیله، از 18 یعنی از راست دوست ملت ایران اومده بالا. ایشون در 88 شدیداً درگیر شد، در سال 88 شدیداً با جمهوری اسلامی درگیر شد، برای همین اعتراضاتی میگفت آقا اینا باید راحت باشن. با اتمی شدن ایران کاملا مخالفه. یعنی نگاه کنید چقدر شبیه ترامپه. خب نگاه کنید، یعنی نتانیاهو به تغییر رژیم ایران میاندیشه، نتانیاهو با عربستان هم زیاد خوب نیست، نتانیاهو اعتقاد داره که جنبش های 88 باید انجام شه و باید دفاع کنیم از مردم. نتانیاهو اعلام میکنه که ایرانی ها خیلی دوست دارن برقصن، شاد باشن، لذت ببرن و باید کاری کنیم که ایران ایرانی آزاد بشه تا بتونن رای گیری کنن. این دوتا شخصیت میبینیم که دوستان صمیمی. بعد ببینیم که ترامپ از کیا تعریف کرده. پس تعریفش از پوتین برای اینی که خودشو روزولت میدونه، پوتینو استالین میدونه و انگلیس هم که چرچیل الحمدلله الان نداره به نوعی. یعنی ترامپ اومده تا شکاف بندازه بین این خرد و خوراکی که وسط خاورمیانه اتفاق افتاده. تا الان هم آمریکا تو این وسط این داعش و وسط این بکش بکشا تو این منطقه نبوده. 4 تا هواپیما میدن غذا مینداختن، غذا بلند میکنن، غذا مینداختن، غذا بلند میکردن، که دعواهای بشار اسد هم مشخصه. اما الان ترامپ میخواد حالا این وسط باشه. پس خیلی ساده میشه شخصیت ترامپ رو بررسی کنیم، ببینیم که ترامپ از چه چیزایی خوشش میاد. میبینیم نتانیاهو بسیار دوست خوبیه براش. پس راست اسرائیل الان باهاش خوبن. اینا یهودیایی هستن که 60-70% جامعه یهود، بیشتر 80% جامعه یهودن به نوعی. ممکنه سیاستشون مخالف باشه ولی نتیجتا عاشق ایران و ایرانین و ترامپ باهاشون رفیق صمیمیه. همه فکر میکنن که ترامپ داره در انتخابات زد و نقیز حرف میزنه، در صورتی که ترامپ با هوش کامل داره این کار رو انجام میده. ترامپ ابتدا به روسیه لبخندی بسیار اشوه‌گرانه میزند، با انگلستان در سکوتی بسیار ناباورانه به سر میبرد، زیرا که یکی از یاران بزرگ انگلستان که داعش هست رو
در تیررس خود قرار داده است. یعنی ترامپ با انگلیس هنوز دارای یک مخزن بسیار عجیب سکرت هستند. سکوتش در مقابل انگلیس کاملا دیده می شود. ترامپ با روسیه در حال مداراست تا بتونه این دو یار چند صد ساله، یعنی 200 خورده ساله رو که به هم چسبیدن همچون روزولت، از هم جدا کنه. ترامپ از اردوغان تعریف میکند، زیرا که ترامپ در استانبول میلیاردها دلار پول دارد. پس اردوغان را آزاد گذاشته است تا این احمق دنبال امپراتوری عثمانی خود حرکت کند، زیرا که میتواند شاید استفاده کند علیه انگلیسی ها. چرا؟ چون اردوغان روسیه، یعنی یارای دوره، یعنی پرتغال دوره این غذای خوشخوراک روسیه رو دونه دونه داره جذب و دفع میکند. راجع به سوریه هم یک کلمه زیبا دارد، این مردک عوضی، یعنی بشار اسد آدم عوضی بی خودیه. اما به هر حال ما نباید دنبال تغییر بشار اسد باشیم. پشت این یک فوتون بسیار عظیم و عجیبیه، یعنی رسما به روسیه اعلام کرده که بین جمهوری اسلامی و بشار اسد انتخاب کن، کدام یک را میخواهی؟ اردوغان به خاطر اینکه ما هم توش پول داریم فعلا آزاده. پس روسیه بین اردوغان و بشار اسد که تو گدره، یعنی با همن، و ایران باید انتخاب کرد. این یکی از نگرش های ترامپ بوده تو این حرفایی که تو الان زده. بریم برگردیم تا من یواشاش خود بازی رو باز کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده.